همینجوری داشتم ایمیلمو چک می‌کردم، یهو دیدم ویزای اروپام اومد. همونو زنگ زدم به دوستام گفتم آماده باش دارم میام پیشت. پریدم تو هواپیما خودمو رسوندم کف روم، از دیدن بناهای تاریخی گرفته تا مست کردن با عجیب‌ترین نوشیدنی‌های دنیا. یا پونتو جیرو واقعا امتحان کن یا 69. همینجوری که تو حال خودم بودم یهو ببین کی اومد. از تک تک جزئیات سفر برات ویدیو گرفتم و اینا رو دونه دونه می‌خوام بهت نشون بدم. امیدوارم از دیدن قسمت اولش لذت ببری و یادت نره چنل منو سابسکرایب بکنی، چون قسمت‌های بعدی تو راهه. برو بریم. ویزای شنگنم در اومد، برام ایمیل اومد که بیاین پاسپورتونو بگیرین. بعد نمیگه بهت که، یعنی یهو میری پاسپورتو میگیری میبینی اه اومده یا نیومده. و من دیدم که اه اومده. از الان که 18 ماه هفته تا 25 فرصت دارم که از اروپا خارج شم. وای خیلی عجیبه. بعد من اصلا میخواستم یه سری از دوستامو تو اروپا ببینم، وقتی مثلا دارم میرم اونجا مثلا تو 5 روز چه گویی باید بخورم؟ صوبیه رو بگیریم، از اون برم برگشتش برای همون شب چیز باشه. امروز 19 جولای، دومین روزیه که من فهمیدم باید جمع کنم خودم و سری برم اروپا. خیلی بد به این ویزا دادن. من تو ذهنم این بود مثلا وسط های تابستون سر فرصت مثلا 2-3 هفته اینا برم، الان یهو مجبورم جمع کنم برم دیگه. خیلی یه جور عجیب غریبیه. بعد امروز ضبط مهمترین قسمت پلنت تا این لحظه است، به خاطر اینکه اولین قسمتیه که ما داریم از لوکیشن میریم بیرون. 100% الان که داری این ولاگر رو میبینی، نمیدونم یه هفته دو هفته پیش اینا این اپیزود اومده بیرون، اپیزود هواپیماست. خود اون یه سری برنامه‌ریزی‌ها داره که قطعا تو پشت صحنه‌اش دیدی آخر اپیزود. بعد الان هنوز وسط برنامه‌ریزی‌های اونی، من باید جمع کنم برم مسافرت یهو. بعد بار خیلی نمیتونم ببرم به خاطر اینکه اون بلیتایی که باید بار ببری با بلیتایی که بار نبری اصلا پوله یه بلیت دیگه بود. برای این باید فقط با یه کوله برم، بکپک. امروز باید سریع الان برم پوکر رو برسونم پانسیون، به خاطر اینکه امروز کلا سر ضبطم، فردا صبحم میرم دیگه. طفلکو الان بذارم که خونم تنها نباشه. بعد چون کاراکتر من یه جوریه که باید همه چی رو اصول باشه، الان یه ذره اینجوریام. البته این شاید یه امتحانه برای اینکه کاراکترم اینجوری نباشه دیگه. تو فهمیدی من دارم میرم؟ آره؟ تو فهمیدی من دارم میرم؟ زود میام پیشت. بریم که عقبیم. بیست و هفت دقیقه راه منطقیه. از اون برم من امروز باید هم برم آرایشگاه، هم پلنت رو ریکورد کنیم، هم چمدون که ندارم ببندم. شاید اونقدر هم عجیب غریب نیست که من دارم عجیب غریب میشه کنم با هم. صدای هواپیما باحال بود الان اومد. اوکی رسوندم این پشت پانسیون. سری قبلی هم گفتم خیلی آدمای خوبی هن، مهربونن. نکته بعدی هم که ایرانی هن دیگه، اگه بلد نیستی ترکی و اینا و دوست داری سگ تو یه جا بذاری، گرین پت بی نظیره. آهان بابا حالا شد، برگشتیم بازمی. باید برم تو حموم یه روز خودم رو بشورم، بعد از کار جنگل رو تمیز مینم. عجب رسمی، پشه ها ما رو ماییدن. افاشا بگی، افاشا بگی، ممکن است هفته بعد نباشه. نه بر سر کوی او دل دیوانه، چه بگویم با من ای دل چه ها کرده. روز پرواز، باید برم الانم ساعت 6 صبح، یه حدود 45 دقیقه 50 دقیقه راه دارم تا فرودگاه که تقریبا 7 حالا پارک کنم و فلان و اینا میرسم فرودگاه. 9:30 هم پرواز، 2.5 ساعت قبلش منطقیه. مسئله ای که هست اینه که دیگه فقط همین تیپه با کوله، تو کوله هم کلن وزنش لپتاپه دیگه. حالا میریم اونجا یه چیزی میگیریم دیگه. همش احساس میکنم یه چیزی دارم جا میذارم، این خیلی ناجوره. بعد من کم خوابیدم، پشه هام سوراخم کردن سر ضبط ویدیو دیروز، کلن میخارم. بریم دیگه، ایشالله که موزه دیگه. بریم کلاس تیپو با این کفشه. عاشق این نور صبحم. این نور بهش میگن گلدن تایم دیگه، یعنی هم تو این لحظه تو این نور رو داری، هم موقعی که داره غروب میشه
هم طلوع هم غروب. تا فرودگاه هم چک کردم نیم ساعت راه. ببینیم کجا پارک کردیم اصلا. C1. خوبیش اینه که این سری دیر نرسیدم. وقت دارد. یه سیمیت بخورم. یه تخم مرغ سرد. یخه. خیلی یخه. با یه آمریکانو. و بشینم پلنت ادیت کنم. گیت 306A. تأخیر داره. حالا یه بارم که ما زود رسیدیم هواپیما دیر رسید. که گیت همین الان باز شد. تا سوار اتوبوس شیم. خب دیگه من کم کم خاموش کنم. پروازم احتمالاً باید ادیت کنم دیگه، خبر خاصی نیست. فقط یه خبری که همین الان فهمیدم و پشمام ریخت اینه که کامبیزم ویزا گرفت و امشب یا فردا میاد. پشمام کلاس مسافرت رو با هم باش. کامبیز همین الان به مسیج داد و گفت که بلیت گرفت برای همین امشب، یعنی ما چند ساعت دیگه کامبیز هم داریم. من کلن شمال میخواستم برم، خیلی پیچیده تر از ایتالیا میرفتم. چرا اینقدر قند شد؟ اینجا چرا اینقدر شبیه دبیه؟ هم هواش گرمه، هم کلن این ترنه که سوار شدم این همون ترنه است که فرودگاه آدم میبره. ما اشتباهی نیومدیم دبی؟ اصلا نمیدونی داشت چه اتفاقی میافتاد. این از اینجا هم رد شد. پیاده شدم از این متروه، متروه قطار هرچی، پیاده شدم. بعد یه بایدم یکی که سر برگشتم ها گوشیم رو بهم داد. گوشیم رو صندلی اونجا جا گذاشته بودم و اگه اون در بسته میشد میرفت اصلا نمیخوام بهش فکر کنم چه اتفاقی میافتاد. خب اولین کاری که میکنیم میایم یه قیمت ریز چک میکنیم ببینیم که حالا مثلا این ساندویچه 3 یوروه. قبول داری از همین جا میتونی بفهمی سفر برات چند در میاد یا نه؟ از همون 3 یوروه من رفتم اونجایی که باید میرفتم. دنیا برای من یه آدرس فرستاده. طبیعتا سوار تاکسی که نمیشم. سوار تاکسی بشی تقریبا میتونم بگم ریدی تو یه بخش خیلی مهمی از پولت. اونجا باید میرفتم، فکر کنم باید برم تو اون ساختمونه اونجا بلیت بگیرم برم اونجایی که دنیا گفته بود. ببین دقیقاً یه همچین جایی بهم گفته بود، گفت دقیقاً جلوی فرودگاه یه دونه مترو استیشن اینو باید برم پایین تراست ورت اونجا باید برم. واقعاً ایشالله که موزه، یعنی بیا با من. I want to buy a ticket for Trastevere. Trastevere is not here, on the other side. بابا این یه تیکه که اصلا مولوی خودمونه که بابا. ای بابا تو که باز اینجایی که بیا بریم. با اینکه کلی از اون داروها من زدم که هیچ اتفاقی نیفته، کل وجودمو از اون انوگوها زده. بعد ببین یه جوری میخارم، هوا هم گرمه، من فکر کنم باید خیلی زود بستریشم. به خدا این یه تیکه قشنگ پاسدارانه. آخه نگاه کنید دقیقه دنیا، من تو کوچه‌تم شماره 37 اصلا جاییه که خیلی وقت تعطیل شده. تو کوچه ما نیستی ولی اگه میشه همونجا که هستی وایسا. وقتی که منو تو داریم تو دو تا کوچه مختلف با هم دیگه میچرخیم. من داشتم میمدم برات دارم همین وسطا. ببین مثلا فرض کن با هم مسافرتی، من واقعا نمیخوام بهت قور بزنم برم رو مخت، ولی اگه تو همینجا بودی قور میزدی دهن منو سرویس میکردی. خیلی خوش اومدین به روم.
خیلی عوض شدی. شبیه که این پسر جیگولای دبی. تازه تو ولاگت دیدم گفتی حوله نمیاری چون جا نداری برات حوله خریدم. بابا بنازم تو رفیق معرفت. تو رفیق و نیا کن. پشمام میریزه. پاشو ببین. برو پاشو سلام کن. ای خودش ای پیر مردوی بازنشسته میمونه. من بازی رو دیدم الان دارم برای پوکر تنگ شدیم واسه. چقدر بامزه است اینجا. ببین چی کار کرده. آخه من نمیدونم اگه رفیق به تو نمیگن به کی میگن. همین الان از حموم اومدم دنیا رفت بیرون یه هندونه ای چیزی بگیره بشم، گفتم بیام، گفت بشینم پای ادیت چون باید پلنت ادیت کنم. باورت میشه کف روم الان نشستم اینجا کون مبارک رو گشتم زمین باید پلنت ادیت کنم که فردا شب برسه. اینجوری احساس مسئولیت داری. کلاس پذیرایی رو تو ببین. میتونم بگه انقدر خسته هم که غذا هم نمیخورم حتی. دیدی انقدر علفم که خوابم برده بود. تمام شد؟ پاشو بگی. این کار خوبته؟ نه. مشخصه نقاشی من. این تویی؟ بچگیته. گوش. برنامه اینه که ببرم تا یه قهوه خوشمزه بخورم. ببین از قبل از اینکه بیام نانستاپ داره میگه بیا اینجا بهت قهوه میدیم، قهوه‌ای که خیلی عجیبه. آخه تو هر رایدن تا که تو که آدم باز میکنه یه دم میگی قهوه نخوردم اصلا. آره من همین الان داره اصلا خورش راست شو میخوای میای بریم بیرون یا بیاریم نبات یک ساعت منتظر تمامه. پاور بانک برم ببرم یه سه جمله یادت بدم بعد بفرستم بگم مثلا برو اینو بگو اینو بگیر بیا. من با همین روش به پوکر چیز یاد میدم. برو اینو بگیر بیا. اینه ولی عصر هستن. ببین اصلا من رسیدم همینو گفتم خیلی وای به تهران میده خیلی جاش قشنگ مثلا نگاه اون پشت کاخه مثلا سعدآباده. اگر شما خواستین آب بخورین تو شهر روم اینا آب آشامیدنیه و تکنیکش هم اینه که انگشتت رو میذاری اینجا از این یارو اینطوری میکنی. ببین میخوارم من. ببینم نزدیک اونجای دستت که من نشون دادی رو نشون بده. مونه من اینا گرفتم مال پلنت آدی. بابا میخواستیم بیاییم اینجا عشق و حال کنیم همش داریم خودمون میخارونیم. عاشق اینم تو این کوچه پس کوچه ها قهوه بخورم. آه بایی بایله بیمیرم. نمیده قهوه به. اوه یه چیز دیگه بهت بگم. اینجا این. اینجا یه جایی که خیلی قدیمیه مثلا سالیان سال هست. شبا شات شکلات میده. شاتش هم توی چیز شکلاتی میده ولی مشروب توش میریزه. میمیرم. ولی ادامهشو نمیدونم میتونی بذاری یا نه. شاتاش وقتی میای اسماشون انتخاب کنی اسماشون پوزیشنای سکسه. توش هم کتابهای کلان راجع به سکس و بدن و آناتومی بدن اینا میفروشن. میگه واقعا اینجا خوراک کامبیزه. ببین قشنگ شب خدایی باید ورش داریم بیاریمش اینجا تا صبح شات شکلات بدیم بخوره. اون ترکیبه تو جلو دوربین بگو همه بهت بخندن. ببین حالا میبرم میخوری وقتی روزهای گرم تابستونیه یه لیوان آب پرتقال خنک میگیریم یه شات اسپرسو میریزی توش میخوری خیلی خوشمزه. حالا میخوام پاشا رو ببرم اینجا نمیزدم. اینو که اجازه بده نپذیرم که آب پرتقال با قهوه. اونو که اجازه بده نپذیرم. این چیه؟ این چیه؟ شکراتو. آره. شکرتو خوشمزه. آیس آمریکانایی که توش یخ نی. این از اینایی که یه شات اسپرسو میریزن بعد نمیدونم دیگه چی کار میکنن. اینایی که اینطوری شکراتو هم به خاطر اینه که شیک میشه اسمش. همه جا میخوره یعنی من میگم کاش کل بدنم رو میزد حداقل کلن قرمز میشدم. سی سا نوی دل سود پارلیاما ووچه آلتا سی سا نوی دل سود فاچامو دیسکوسیون این پوست. با اشاره دست من برو کسر سانتانجلو رو نشون بده. اون تهه این یه دونه قلعه است که اگر بری توش باید اینطوری بری تا
تا بالا و یه بره دیگه برگه پایین، وسطش نمیتونی پشیمون شی. بعد توش خیلی باحال، اتاقایی که شکنجه میکردن آدما رو با وسایل شکنجهشون، نه همش توش هست، خیلی خفنه دارکه. حالا اینو گفتی، الان یه اتفاقی افتاد خیلی جالب بود، این حالا گوش کن. بغل خیابون وایساده بودیم، اصلا ماشین وسط 5 کیلومتر ورتر ماشین نمیومد. اومدم برم یهو که نه یا اینجا. گفتم چه اینجوری میکنی؟ گفت قرمزه. حالا درست میگه، میفهمم، ما فرهنگمون خوبه. به هر حال ما دیگه از تهران، از ایران اومدیم دیگه. تهش ترکیه هم حالا اونجوری خبری نی. گفتم نه یا. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفت قرمز آخه. گفتم ببین میخوام اینو 5 متر برم اونورتر. بعد اونجا فهمیدم که این اختلاف فرهنگی که میگیم همینه. خطرناکه. رعایت کنی خودت سالم. نه آخه اصلا ماشین نبود بهت میگم. تو فکر می‌کنی من دارم جو میدم. واقعا ماشین نبود. Noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco. نه الان فهمیدم چرا هنر کلن از مثلا این قسمت اروپایی نمید. نگاه کن، تو الان یه گوشی تو بگی دستت، حالا من گوشیم اینا، الان این گوشی بگی دستت، اینجوری برگرد اینجا یه عکس بگی، عکست قشنگ میشه، خوشگل میشه. حالا تو اینو الان مثلا، حالا یه جا دیگه الان اسم بگم داستان میشه، یه جا دیگه بخوای بگیری عکست شبید آشغال میشه. همه جا خوشگله، همه جا تقارن داره، همه جا باحاله. چرا یه هون اونجاه؟ خود اصلا هیچ دلیلی نداره اینجا باشه. یه دقیقه تو رو خدا بیا. من خداییش یه دلیل منطقیه، من نشون بده که اصلا این باید الان به اون دیواره وصل باشه. من نمیفهمم. عاشق هنرن. میشه یه بار دیگه بیای طولانی تر؟ الان که اومدیم اینجا یادم افتاد خیلی جاهای خوشگل تری هست که میتونم نشونت بدم. وقت بود. حالا یه جالب بهت بگم، من همیشه تاریخ فراری بودم، یعنی تاریخ دوست دارم و درس تاریخ و منظورمه، خیلی حفظ کردنیه و باعثه بدونی اینا. من واقعا الان با این شهر جدی عاشق تاریخ شدم. بعد این فرشته‌هایی که اینجا می‌بینی، اینا همش یه داستانایی دارن. الان به دنیا میگم بگم. اسم معمار رو یادم نیست متاسفانه از بیشوریم، ولی خواهش کن معمار طرح اینجا رو که داده، اینو اصلا در کل این بنا رو وقتی از بالا از دوربینای ماهواره‌ای نگاه کنی شبیه یک کلیده، که بعد تمام این مجسمه هایی که این دور این بالا هستن، این فرشته ها تو دست یکیشون، یعنی توی یکیشون یک کلیده، که اعتقاد بر اینه که کلید در بهشته، ولی هیچ کس نمیدونه که اون کلیده دست کیه و خود بنا هم کلا بالا شبیه کلیده. یه دونه مغازه دیدم بمبه. نگاه کن. سوت آغاز عشق و حال شبانه تازه. چین چین. چین چین. خیلی چسبید پشمام، چقدر حال داد. کانسپت رو رعایت میکنی، خب چطور ممکنه بیای گیر بدی به دو جاکت بگی چرا میو کرد؟ وقتی که کانسپت کار دو جا ناراحت شده کارل... نه دو جا ناراحت نشد. دیدی داستان چیه؟ داستان اینه که کانسپت کارل بوده، کارلم گربهش خب خیلی معروفه.
خب یارو رفته گربه شده بعد رفته تو نقش میو کرده، بعد تو خودت تو اصل میویی، تو اصل خود میویی، تو خودت آدمی هستی که میری کانسپتو میگیری اجرا میکنی. قبول داری اصلا منو نیست یا نه؟ آقا یه چیزی بهت بگم؟ نه سر اون داستان فقط دارم یه چیزی بهت بگم، شوخی با همه چی آزاده. خب یعنی شوخی کردی ولی تو شخصیتت میپذیری که یک کس یک کانسپتو انقدر رعایت کنه؟ اعتقادات یک نفر مال خودشه ولی چیزی که تو داری نیست. تو مثلا برات با... تو همین نه برام من... مسخره است. تو برات باحال نیست یکی انقدر کانسپتو بگیره که لباس گربه کنه، نقش گربه برام من مسخره است ولی نظر من مهم نیست، گویا کل دنیا دارن باهاش حال میکنن. نقش هندی میگیری میری چیکلی چیکلی میکنی اونم همه میخندن. پس مسخره است ولی مسخره نیست، اون کمدیه. من دارم اون کارو انجام میدم برای اینکه آدما چیز کنن. کمدی نکرده حالا من نمیدونم، من باش حرف زدم گفت کمدی بود، مگه اینکه فقط باش حرف زده باشی یعنی راه دیگه ای نداری؟ نه ولی من میخوام اینو بدونم، ولی تو آدمی هستی که تو شخصیتت کانسپت من کلا الان چیز میشه، ولی من کلا یه سری از داستانای فشن رو نیستم. آها. حالا به منم ربطی نداره، من اصلا تو فشن نیستم. یکی شاید اینو میبینه میگه اصلا تو احمقی، نمیفهمی، من شاید واقعا نمیفهمم. نه دیگه. ولی من دارم میگم چون یه نفر سلبریتی میره یه کاریو میکنه پس فردا همه بگن خب وای خدایا اون کارو که اینجوری نیست. نه من یه آدم آره مثلا سوراخ رو پیدا کرده. من میدونی با چی شال کردم، با این حال کم که خیلی رفته بود تو نقش. من مثلا اینش برام یه بابا ولم کن تو هم رفته بود تو نقش. یارو مجله دو اومده میو کدوم نقش ولم کن. شما خودتون گربه نمیکنین دارین یه دم میو میکنین. فکر کن پس من نقشی نرفتم، من همینجوری میگم میو. هندی که رفتی آخه تو داری تاکید میکنی طرف رفته تو نقش، کدوم نقش اصلا؟ گربه. بابا ولم کن بریم کلاس بورشو چیکار کردی به اون میزاد؟ من خیلی خرم میره تو ایتالیا، عاشق خرتم. ببین یه صندلی بهمون داد کنار پنجره. تو صبحونه خورده بابا؟ من یه انقدر نون خوردم با انقدر پتو، همون هم نخوردم. اینجا صبحونه نمیخوریم، یه قهوه صبح میخوریم، یه وعده غذایی ناهار و شام با هم میخوریم همین، و در طول روز نزدیک مثلا 20,000 تا قدم راه میریم. این روتین زندگی شما اصلا اومدیم سربازی از اشتباهی که گرفتیم. ببین منتظر اخبارین، اینو فعلا میزنم سلامتیت. الان تو هواپیمایی یکم دیگه میشینه و دوباره باید بیایم اینجا دیوونه بازی، یه غذای ملو هم بزنیم اینجوری بیایم پایین و دوباره بریم بالا. بوی فلورانس میده. من پیشنهادم مثلا نمیدونم کجا من آورده. من پیشنهادم به شما پونتو جیه. خب این یعنی چه؟ جی اسپات. بریم خونه. ببین من یادمه چون ما خیلی همه اینا رو امتحان کردیم، به نظر من پونتو... یا پونتو جی رو واقعا امتحان کن یا 69 رو. من تو وقت نمیشه اونا رو ببینی. 69 بخور تو هم اینا رو وقت میشه فقط ببینی. آها اینا رو اینترانته. Yeah, enjoy. Like this, right? Yeah. Mmm. Very good. Mmm. Mmm. خب چطور بود؟ ببین توپه توپم، یعنی هم فردا صبح یه جوش میزنه صاف وسط پیشونی. قبول داری؟ نه ربطی نداره. یه الوناس که اصلا کیلو شکلات خوردم الان ولی خوشمزه، ولی بوم بود، یعنی عالی هم هستی. موزه؟ موزه خیاره. آقای ماشین همجوری بقل خیابون پارکه، برش میداری میری جی تی ای باشه. خب ما اومدیم خونه، منتظرم که کامبیز برسه. ساعت 12:22 است، هنوز نرسیده. فکر کنم امشبو که از دست دادیم و شاید باورت نشه هنوز دارم چک نهایی پلنتو کاراشو میکنم که فردا اگر شد پلنتو با چند تا از بچه‌هایی که تو رومن ببینیم. خب احتمالاً عادیه دیگه، الان میبینی اصلا خفتش کردن با هم پاسپورت و پول و فل. آره کامبیز قبول داری، کامبیز خفت خورش ضعیفه، یعنی خفت نمیشه. آره اصلا منو ممکنه خفت کنم، من که جون قشنگ
اسباب بازی ها اینو ببین تو رو خواهم پاپی تو پشمان میریزه تو روم چی کنی کنی؟ سوتونم شیرازی این چه شوفاشیه؟ یه پره داره این کجا رو گرم میکنه؟ خب این چیز دیگه لو واجته فقط اندازه نگو که واگیر داره داره اینو میگه واگیر نداره روم داره بلم کن ویلکام تو روم الان برمیگرده میره الان میره بلم کن عجیبه واقعا خوشحالم بابت داشتنش چه بچه یه دنیا نیم به خدا خود دنیاست این دست نوشته دیاناست واقعا آره دیگه کتاب ریاناست این دست نوشته خودشه واسه بچگیش اینم عکس بچگیشه عاشق ریانا شد میخوام اسم کادرتو بذارم کنج عزلت تیپی که امشب براتون تهیه کردم تیپی که امشب براتون تهیه کردم اونجا اصلاحی جا کشت آقای کنستانتینو آقای داریم نکزم ندی چقدر جای دوربینش درسته